کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست وضعیت جاری افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست که سران کشورهای عضو این پیمان اشتراک کردند، نگرانی هایشان را در مورد هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان بیان کردند. این در حال است که اعضای این سازمان در نشست قبلیشان تاکید کردند که آنان در حال اتخاذ تدابیر برای مهار تهدیدهای هراس افغانی از خاک افغانستانند. اما امارت اسلامی پیوسته تاکید کرده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. نگرانی روزافزون کشورهای منطقه و جهان از وضعیت حاکم در افغانستان. سران کشورهای پیمان امنیت جمعی نشستی را در پایتخت بلاروس به منظور مبارزه با هراس افغانی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این کشورها برگزار کردند. بیشتر نگرانی رهبران کشورهای پیمان امنیت جمعی از آدرس افغانستان است، کشوری که از دیدانها ثبات سیاسی قابل اعتماد ندارد. تا امروز هیچ مشکل اساسی در مورد امنیت نظامی یا خطر نظامی که از افغانستان می آید وجود ندارد، اما در عین حال متوجه می شویم که رهبری کنونی افغانستان هنوز وضعیت کشور را به طور کامل زیر کنترل ندارد. رهبران کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی در حال نگرانیشان را از جو سیاسی افغانستان بیان می کنند که آناتولی سید روف رئیس این سازمان در نشست قبلی این پیمان در رابطه به افغانستان گفته بود که حکومت سرپرست افغانستان توانایی کنترل وضعیت افغانستان را ندارد. قاسم جومارت توکایوف رئیس جمهور قزاقستان هم در این نشست وضعیت افغانستان را دشوار و نگران کننده عنوان کرده است. توجه به وضعیت دشوار افغانستان در حال کاهش است و این نمی تواند نگران کننده باشد. ادامه کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان در اقتصاد منطقه مهم است. افغانستان که هم مرز با اکثریت کشورهای این پیمان است، بیشتر افغانستان را در محراق توجه این سازمان قرار داده است. نشستایی که در هر کشور به خاطر بهبود وضعیت سیاسی کشور از افغانستان دایر می‌گردد، ما افغان‌ها باید خوشبین باشیم. اما متاسفانه ناشی از نبود تعامل سیاسی امارت اسلامی افغانستان با جامعه جهانی در بسیاری از نشست‌ها نماینده حکومت فعلی حضور نمی داشته باشد، به مو خاطر است که نتایجشم مثبت نمی باشد. این در حالی است که اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست قبلیشان تاکید کردند که آنان در حال اتخاذ تدابیر برای مهار تهدیدات هراس افغانی از خاک افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست افغانستان همواره تاکید کرده است که امنیت در افغانستان تامین است و اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده شود.